سخنان پادشاهی ایران هوشنگ با درود بر هموطنان گرامی. در دنباله در واقع برنامه هفته قبل که قول دادم در ارتباط مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با یکی از تلویزیون‌های پارسی زبان سخن بگم و این مصاحبه رو برای ملت ایران بازگشایی کنم. انجمن پادشاهی ایران میراثدار شاهنشاهی داریوش بزرگ است و انجمن پادشاهی ایران وظیفه خودش میدونه که در زمانی که نیاز به اون هست در صحنه مبارزه حاضر باشه و بر امور نظارت داشته باشه. انجمن پادشاهی ایران قصد شاهنشاهی یا پادشاهی نداره و این انجمن ناظر بر این شاهنشاهی هست. این انجمن در زمان داریوش بزرگ بنیان گذاشته شد و در زمانی که وصیت‌نامه داریوش رو من روی خط گذاشتم خدمت هموطنان گرامی گفتم که داریوش وصیت خودش رو به خشایارشاه در مقابل انجمن پادشاهی ایران بیان میکنه و بدین وسیله که در آینده مشکلی در ارتباط اجرای این وصیت‌نامه نباشه و انجمن پادشاهی ایران با خبر باشه از آنچه که شاهنشاه ایران از فرزندش میخواد. یعنی شاهنشاه در ایران به امید خودش گذاشته نمیشه و بزرگان این سرزمین و خردمندان این سرزمین نظارت میکنند بر این شاهنشاهی و بر گفتار و رفتار و کردار شاهنشاه. من خدمت هموطنان گرامی گفتم که من تمامی مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی رو روی کاغذ آوردم که بررسی کنیم با هم، ببینیم که آیا شاهزاده ایران پاش رو جای پای خشایارشاه میذاره یا پاش رو میخواد جای پای سلاطین قاجار بذاره و چه نتیجه‌ای این شاهزاده و حتی سلطنت ایشون میتونه برای کشور شاهنشاهی ایران داشته باشه. ما گفتیم که ما پادشاهی پهلوی رو به عنوان یک دوران انتقالی از سلطنت ترک‌های ماورای سیهون و جیهون و سلطنت بیگانه و سلطنتی که نه تنها مهاجمین ماورای سیهون و جیهون در اون شرکت دارن بلکه تمامی کشورهای بیگانه هم در واقع سهمی در این سلطنت برای خودشون دست و پا کردن و میبینیم که شوربختانه امروز هم آنچه که در واقع در رفتار و گفتار این شاهزاده در گفتار و رفتار این شاهزاده هست تفاوتی با شاهزادگان قاجار نداره.
از تاریخ آموختیم. ما دیدیم که نهایتاً قاجاریه ایران رو به کدام سمت برد. و رضا شاه بزرگ هم خوب. این مقوله رو بررسی کرد و دید که چه بلایی بیگانه به سر سرزمین ایران آورد با وابسته کردن قاجاریه به خودش. همونطور که گفتیم و ملت ایران با خبر هستید، رضا شاه بزرگ رو دولت انگلستان روی کار آورد و ما داریم تاریخ رو بررسی میکنیم و میخواییم از تاریخ بیاموزیم. از اونجا که رضا شاه بزرگ تخمه راستین این سرزمین بود، پس از اینکه روی کار اومد پشت کرد به دولت انگلستان، گام به گام البته. و مورد بیمهری بیگانه قرار گرفت و در اولین فرصت در آشوب جنگ جهانی دوم رضا شاه بزرگ رو سوار کشتی کردند و از ایران بردند. و ملت ایران هم خب هیچ پشتیبانی از شاهش نکرد و در نتیجه اون محمد رضا شاه فرزند خردمند و صلح دوست رضا شاه به پادشاهی ایران رسید. و قبلا بررسی کردیم و گفتیم که تکیه شاه ایران بیشتر از اون که به ملت ایران باشه به کشورهای خارجی بود، زیرا که تأثیر کشورهای بیگانه رو بر روی سلطنت پدرش دید و اینکه ملت ایران از رضا شاه بزرگ پشتیبانی نمی کنن، نکردن و بیگانه ایشون رو از سرزمین خودش اخراج کرد و تصمیم گرفت که در واقع هم در جهت اصلاح و در جهت ملت ایران حرکت کنه و هم خواست بیگانه رو در واقع بهش گردن بذاره. و از اونجا که در اثر مشکلات تاریخی این سرزمین شاه ایران قادر به جلب ملت ایران نبود و ملت ایران حاضر به پشتیبانی از شاه نبودند، گام به گام وابستگی شاه به بیگانه بیشتر شد. اگر شاه دوستی در ژن ملت ایران هست، این شاه دوستی به راستی زیر خروارها آوار تاریخ اون توانش رو از دست داده که بتونه در واقع دوست داشتن تبدیل به در واقع یک حرکت محافظت و یک حرکت اکتیو و فعالی در ارتباط این شاه دوستی داشته باشه. همین که شما شاه رو دوست داشته باشید، اگر کسی آمد و آنچه که شما دوست دارید ازتون گرفته برد متأثر شدید، این کاری برای در واقع سرزمین ایران انجام نمیده. حالا نوبت شاهزاده رضا پهلوی شده که اتکا بی بیگانه رو ادامه بده. و متن این مصاحبه رو ما هم هموطنان گرامی مورد توجه قرار میدیم و بررسی میکنیم ببینیم که آیا سخن هوشنگ از انجمن پادشاهی ایران درست هست و آیا ادعای انجمن پادشاهی ایران در ارتباط وابستگی شاهزاده رضا پهلوی به بیگانه و انتظار از بیگانه برای
تسخیر قدرت و تبدیل شدن به عامل بیگانه در کشور شاهنشاهی ایران درست هست،